سلام، شب شما بخیر. آقا شیخ پری و کابینت قردبش رفتن یه سری به بیت ولایت زدن. علی گدا هم طبق معمول یکی به میخ دولت زد و یکی هم به نعلش. اما اینجوری نیست که ولی فقی بیاد یه چیزایی به هم ببافه و بعدم تموم بشه بره. نه، موشکاف اینجا نشسته تا آرامش روانی علی گدا رو به هم بزنه. خب حالا خوشبختانه یا آرامش روانی و روحی در جامعه هست، این بلا شک این وجود داره، اینو بایستی حفظ کرد، این چیز خوبیه. خیلی چیز خوبیه، اما مگه این که چنین آرامشی رو به خواب ببینی تو؟ در هر حال ترجمه موشکافانه این افاضه عظما اینه که شیخ فری هر غلطی میکنی حواست به آرامش باشه، که اگه به هم بخوره کار هممون زاره. اینقدر رو این شکاف بدمصب نظام اسکی نرو. در مسائل سیاسی دولت از جناح بندی ها باید عبور بکنه. حالا افرادی که شما الان اینجا نشستید، ممکنه در بین شما افرادی دلشون با یک جناح نزدیکتر و گرمتر باشه، دیگری پلو اون نشسته دلش با یه جناح دیگه. ایرادی نداره، اینا هیچ اشکالی نداره که اینجا. منتها دولت به حیث دولت و مسئول با تعریف حقوقی بایستی اسیر جناح بندی ها نشه. خب آره دیگه، این طلس شکسته تجربه قیامو داره، میدونه شکاف دو قطبی و دو سرگی و این حرفا همان و دلزدگی مردم همان. مردم هم که دلزده باشن میزنن دلواپس و دلارام و ولی فقیهشون رو با هم درب و داغون میکنن. بعد محیط شکننده میشه، تلسم ولایت که سهله، تلسم اختناق هم خورد و خاکشیر میشه. البته در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم. یعنی اینجور که میگیم جناح بندی ها و برادری و رفاقت و انس و اینها که همیشه توصیه میکنیم در یه جاهاییست، یه جاهایی نه، یه جاهاییست که باید واقعا خطوطی حفظ بشه و برجسته بشه و عبور از این خطوط دشوار بشه. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله. و همچنانی که خب آقایون وزرا هم در جلسات رأی اعتماد تکیه کردن روی این مسئله و به جا هم بود تکیشون و درست هم هست، روی همون هم باید بیست. آها، اینجا همون جاییه که قلب ناقص ولایت میفته تو جیب عباش. اسم فتنه که میاد سوزش ولی فقیه هم عود میکنه. پس شیخ فری و کابینش باید حواسشون رو جمع کنن که یه وقت تو بحبوه زهرخوری شیر فتنه شل نشه و کار دست نظام نده. علی گدا وقتی روزه هوشداریشو تو گوش شیخ فری خوند، بعد رفت سراغ پیله کردن به پاچگیری های شیخ فری و دست انداختن رئیس جمهور جام زهریش. به منتقدین همیشه سفارش میکنم که مقصود از انتقاد و هدف از انتقاد دلخونک کردن نباید باشه، که بخواییم دلمون خونک بشه یه چیزی بگیم که طرفی رو که قبول نداریم یک جوری فرض بفرمایید که یا بی‌آبرو کنیم یا سبک کنیم. این غلط، این قطعا غلطه. هرچه هم پوشش این انتقاد هرچه هم باشه، هدف انتقاد وقتی که دل خنک کردن و اینها بود، متقابلا هم همینجوره، متقابلا هم پاسخ به انتقادها برای رو کم کنی و نمیدونم اینا نباید باشه. هر چیز زده میشه، انسان یه حرف منطقی در قبال یه حرف غیر منطقی داره بیان. منظورش اینه که شیخ فری زبون به کام بگیر، آخرش این انتقاد بازی ها تمامه ولایت رو برباد میده. و اما حالا ضربه آخر عظما به کوسه و دنبش رو هم داشته باشی، که همچی رو زیراب افعای ضد تورمی شیخ فری رو میزنه. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند البته امید مردم فقط با ارائه گزارش تقویت نخواهد شد، بلکه مردم به دنبال عمل
و نتیجه عملی صحبت ها هستند. جان کلام این که علی گدا میخواست مثل همیشه وسط بازی کنه و ضمن دست کشیدن به سر و ریش شیخ فری تو مذاکرات یک گوشی هم از شیخ اعتدال بکشه، لابد قصدشم اینه که به قول خودش با این کارا امنیت روانی نظام رو تامین کنه. هم تجربه موشکافی میگه که هر وقت ولی فقیه تلس شکسته با این نیت پرید وسط معرکه فرداش اوضاع کش میشی تر شده.